بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، وقت شما بخیر دوستان و همراهان. امیدوارم که هر کجای دنیا هستید قلبتون سرشار از محبت امیرالمؤمنین علیه السلام باشه و ذکر اللهم عجل لولیک الفرج بر قلب و زبانتون جاری باشه ان شاء الله. با افتخار از کربلای معلا در خدمت شما عزیزان هستم و همینطوری که در برنامه قبل توضیح دادم خدمت شما و عرض کردم خدمت شما عزیزان، با جناب استاد رجبیان خداحافظی کردیم و یک جورایی با برنامه توضیح المسائل هم خداحافظی کردیم و یک بشارت جدید رو داریم به یمن این ایام فرخنده و ایام سرور اهل بیت علیهم السلام. در خدمت جناب استاد بهرمن هستیم، حجت الاسلام و المسلمین و شیخ مصطفی بهرمن که استاد حوزه علمیه هستن، از اساتید ما هستن و توفیقی شد بتونیم در این برنامه در خدمتشون باشیم. اجازه بدید که در خدمتشون باشم، عرض ادب و احترام داشته باشم به نیابت از شما عزیزان و انشاءالله ببینیم که چه پیش خواهد آمد و چه صحبتهایی رو باید انجام بدیم. سلام علیکم جان. علیکم السلام. خیلی خوش آمدید. سلامت باشیم. اسعد الله ایامکم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه عوامل زحمتکش برنامه و جمیع بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم خدای عزوجل ان شاء الله زیارت سید الشهدا علیهم السلام نصیب همشون بشه و ما هم اینجا نائب زیاره تمام عزیزان هستیم، در خدمت شما هستم. بزرگوارین، تاج سر بنده هستید. عرضم به خدمت شما عزیزان، حضور بنده در خدمت جناب آقای بهرمن تقریبا یک خدمت 34-5 ساله داره با افتخار، ولیکن در این برنامه که انشالله عرض میکنیم خدمت شما که اسم برنامه رو چی میذاریم و سیاست این برنامه چیست و دلیل این برنامه و شروع این برنامه در این تایم و اهمیت این برنامه در این تایم و در این روزها رو انشالله متعاقبا خدمت شما خواهم عرض کرد و شما با این احوالات بنده و روحیات بنده آشنا هستید که آروم آروم انشالله همه با هم متوجه میشیم چه راهی رو داریم پیش میریم و چطور میخواییم در خدمت شما عزیزان باشیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه. مطلبی رو که جناب استاد بهرمن انشالله میخوان صحبت کنن، اگر بخوام به یک صورت کلی عرض کنم در مورد اعتقادات هست، ولی این بشارت رو به شما عزیزان میگم که 2096477330043314 شماره ارتباط شما عزیزان هست با برنامه، از طریق تلگرام و واتساپ در خدمت شما عزیزان هستیم کماف سابق. بشارتی که برای شما دارم در این مورد این هست که قبلا سوالات شرعیتون رو میپرسیدید، الان یک قدم جلوتر هستیم و سوالات اعتقادی، هر سوالی که اخلاقی، اعتقادی، دینی برای شما پیش میاد میتونیم از جناب استاد بپرسیم و انشالله بهره بگیریم. درسی که جناب استاد برای ما انتخاب کردن رو هم انشالله توضیح میفرمان خودشون و اجازه بدید امروز جلسه اول مثل بنده که روز اول هم هست در این کلاس بشنویم حرف استاد رو و ببینیم که چه موضوعی پیش میاد. روند طبیعی برنامه هم روند قبلی گروه توضیح المسائل هست، ولی خب تصمیم بر این شد که اسم جدیدی انتخاب بشه و سبک جدیدی انتخاب بشه و دنیای گسترده ای رو در این باب برای شما باز کنیم بیش از پیش و انشالله دو تا پارت اصلی برنامه هست. انشالله پارت اول برنامه درس هست و پارت دوم برنامه انشالله سوالات شما عزیزان. من خیلی امروز صحبت کردم، شما ببخشید. بفرمایید شما. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى في فرجه وظهوره
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. ابتداعا باید عرض کنم که هر مسلمانی باید معتقد باشد به اصول دین، عمل کند و رفتار کند به فروع دین و انشاءالله متخلق باشه به اخلاق اسلامی و آشنا بشه با قرآن و تفسیر قرآن و همچنین آشنا بشه با روایات اهل البیت علیهم السلام که عدل قرآنن و هرگز از قرآن کریم جدا نمی شوند تا قیام قیامت. مطلبی که حائز اهمیت و در ابتدای بحثی که داریم باید بهش اشاره بشه اینه که تقلید در باب اصول دین صحیح نیست. یعنی اگر کسی بخواد اصول دینش را از راه تقلید به دست بیاره اصلا کارش به نتیجه نمیرسه، کارش باطله. دلیل این مطلب چیه؟ این وابسته است به شناختن ماهیت تقلید. اگر حقیقت تقلید بر ما معلوم بشه که تقلید یعنی چه، اصل تقلید به چه معناست، وقتی معنای تقلید برای ما روشن بشه خود به خود متوجه میشیم که اصلا در باب اعتقادات و در باب باورهای دینی نمیتونه تقلید راه داشته باشه. تقلید یعنی عمل کردن به دستور متخصص دینی. تقلید عمله، عمل به دستور یک نفر دانشمند دینی، این را بهش میگن تقلید. در حالی که اصول دین در کیه؟ اصول دین مربوط به ادراکه، نه مربوط به عمله. به فهم برمیگرده. بله، مربوط به فهمه، مربوط به درکه، مربوط به باوره، مربوط به یقینه. تقلید مربوط به اعمال ظاهریه است، مربوط به اعمال اعضا و جوارحه. لکن اعتقادات دینی مربوط به قلبه. تا قلب انسان باور نکند اصول دین را، تقلید اصلا یعنی عمل اصلا معنا ندارد. عمل به دستورات الهی، عمل به احکام شرعیه، این بعد از این که ما اصل شرع را باور کرده باشیم قلبا. بنابراین محدوده اعتقادات مربوط به قلب، ولی دائره تقلید مربوط به عمله. در نتیجه اصلا اون جایی که داریم بحث از عقیده و بحث از ایمان و بحث از باور میکنیم هنوز نوبت عمل نرسیده و جای عمل اصلا اونجا نیست. در نتیجه نمیتونیم بگیم ما در اصول دین تقلید کنیم. تقلید یعنی عمل کردن به دستور انسان وارد متخصص در امور دینی. اما در اصول دین شما باید با دلیل
یقین پیدا کنی با دلیل، عقیده پیدا کنی و این قلب شما گره زده بشه با بحثای اصول دینی، یعنی مسئله توحید خدا باوریه، مسئله عدل الهی باور کردن اصول، یکی از اصول دینه. خدمت شما عارضم نبوت و امامت، اینها رو ما اول باید بهش با دلیل اعتقاد پیدا کنیم، قلبن قلبی و بله قلبن باید پیامبران را اعتقاد داشته باشیم، قلبن باید امامان معصوم علیهم السلام را یا عصمت حضرت صدیق سلام الله علیها را قلبن ما باید باور کنیم، اونم باوری عمیق که جای شک و شبه و تردید برای ما باقی نمونه، به طوری که اگر تمام اهل عالم فرزن منکر توحید باشن، اما من که با دلیل به توحید رسیدم، انکار همه مردم ضرری به من نمیرسونه. میگن در شهر سبزوار یه نفر پیدا شد به مردم میگفت خدایی وجود نداره. بله. همه نگران شدن، ناراحت شدن، متدینین، مؤمنین. زمان مرحوم سبزواری، ملا هادی سبزواری رحمت الله علیه، دیدن ایشون هیچ نگران نشد در اینکه همچین فردی پیدا شده. گفتن آقا شما ناراحت نشدی، نگران نشدی؟ فرمودن نه، من که میدونم، باور دارم خدایی هست. بله. حالا این هرچی میخواد بگه بگه. وقتی من باور دارم وجود خورشید را، حالا بذار 1 میلیارد نفر بگن خورشیدی وجود نداره. من که خورشید را با تمام وجودم لمس کردم، از حرارت خورشید دارم بهره میگیرم، از نور خورشید دارم استفاده میکنم، دائما 24 ساعته انرژی خورشید تو زندگی من کاملا دخیله. حالا ولو کتاب‌هایی بنویسن که خورشید وجود نداره، این هیچ تأثیری در حال من نداره. بنابراین دائره اصول دین، دائره و محورش عقیده و باور قلبیه. بله. اما تقلید، عمل کردن به دستور شخص متخصص در امور دینی، همینطوری که در هر فنی ما آدم‌های وارد داریم، متخصص انسان‌های واردی داریم و انسان‌های متخصصی داریم، امر دین هم یک امر تخصصیه، عده‌ای باید صاحب فن باشن که متخصص رو بهش میگن مجتهد و اصطلاحاً بهش میگن فقیه، فقیه و اصطلاحاً بهش میگن مجتهد. بله. و در وهله اول همه باید این، خدمت شما عارضم، احکام دین را همه باید مجتهد درش باشن. بله. هر مسلمانی، یعنی هر مسلمانی باید بتونه دستور خدای عز و جل را مستقیم از منبع علم که قرآن مجید و اهل البیت علیهم السلام باشن، باید بتوند احکام الهی را و دستورات دینی خودش را به دست بیاره. بله. هر کسی، منتها چون دائره فقه خیلی وسیعه و خیلی گسترده است، متخصص اگر نیاز داره، اگر بناس همه وارد بشن امور زندگی با میمونه، مختل میشه. بله. یه عده‌ای باید مشغول کارهای دیگر هم بشن. بله. یکی معلم بشه، یکی طبیب بشه، یکی مهندس بشه، یکی معمار دلیبا. بشه، یکی نجار بشه، یکی قصاب بشه. بنابراین امکان نداره، دشواره به عسر حرج بشر میفته اگر همه برن دنبال تحصیل علم تخصصی نسبت به احکام. در نتیجه یه عده میشن متخصص، میرن زحمت میکشن، کار میکنن، تلاش میکنن، تلاش های پی در پی شبان و روزی و
علم به احکام را به حدی به دست میارن که میرسن به درجه تخصص، میرسن به درجه فقاهت، میرسن به درجه اجتهاد که بهشون میگن فقیه، بهش میگن مجتهد جامع شرایط تقلید. دیگران که به این درجه نرسیدن اینها میشن عوام. بله. عوام باید رجوع کنن به متخصص. متخصص. و این رجوع عوام به متخصص اولا یه امر فطریه. بله. فطرتن خلقتن انسان جور خلق شده. در هر فنی که وقتی خودش صاحب تخصص نیست به متخصصش مراجعه میکنه. وقتی مریض میشه میره دکتر. وقتی مریض شد خودش را با خودش درمان نمیکنه، خودش با نادانی نمیتونه خودش رو درمان بکنه. اگه با نادانی خودش رو درمان کرد این درمان که نمیشه هیچی، بلکه ممکنه خدا نکرده منجر به فوتش بشه و اصلا جریمه است، جریمه داره. جاهای از دنیا، جاهای پیشرفته، اگر کسی بخواد خدمت شما عارضم خودش را بدون داشتن تخصص مداوا کنه یا کسی را بخواد مداوا کنه و دستور بده که فلان دارو رو بخور تا مثلا درمان بشی با اینکه متخصص نیست، تجویز نادرستی بکنه، بله، این جرمه، این جرمه. بله. و محکوم میشه. رجوع جاهل به عالم یه امر فطریه، یه امر طبیعیه. این اصلا حتی نیاز به دلیل نداره. این اولا. ثانیا سیره عقلای عالم. عقلای عالم روش زندگیشون اینه که وقتی چیزی را خودشون بلد نیستن رجوع میکنن به اونی که داناست، به اونی که وارده. همه جای عالم، این مخصوص به عالم اسلام ندارد. سیره عملیه عقلای جهان این چنینه، رجوع میکنن وقتی نمیدانند، رجوع میکنن به کسی که دانا و به کسی که وارده. این اولا. بله. مانعی هم از ناحیه شارع در این خصوص نرسیده، یعنی ما آیه‌ای نداریم، روایتی نداریم که بفرمایید آقا حق نداری به عالم رجوع کنی. چرا برعکس توی جامعه میبینیم که برعکس این موضوع پیش میاد؟ یعنی خیلی ها خجالت میکشن اصلا سراغ عالم برن یا اینکه یک مسئله شرعی رو مطرح کنن. بله. متاسفانه این علتش همون جهله. آدم جاهل متاسفانه هم جاهل هم نمیپرسه، برخلاف عالم. عالم هم میداند و هم میپرسه. چون پرسش و سوال کردن کلید علم و دانشه. بل. جاهل متاسفانه یه حالت تکبری، یه حالت کبری در وجودش هست. خودخواهانه عمل بله. میکنه. زیر بار نمیره. باید این تربیت بشه. باید با عالم رفت آمد بکنه، با عالم نشست و برخاست بکنه و توجیه باید بشه که این به دردت میخوره. بله. همراه با علما، علمای هر رشته‌ای همراه با علما نشست و برخاست کردن و با اونها مجالست کردن یک حالتی برای انسان به دست میارد که هر وقت به مشکلی از مشکلات زندگی خودش برخورد کنه رجوع کند به عالم اون مسئله و اون مشکل تا مشکلش برطرف بشه. بنابراین چون منعی از ناحیه شارع نرسیده، در نتیجه این سیره عملیه عقلای جهان این مورد امضای دینه، مورد امضای شارع، یعنی شارع هم این را تأیید کرده. منظور از شارع یعنی خدا، پیغمبر، امام علیه السلام، اونا هم تأیید کردن. و اگر روش دیگری دین برای پیدا کردن احکام روش دیگری می داشت غیر از تقلید، مطمئنن بیان می شد، برای ما بیان می کرد. بله. از این که منعی از ناحیه او نرسیده، پس
تقلید کردن میشه یه امر فطری لازم، فطری لازم و واجب، و الا با توجه به این که ما مأموریم برای رسیدنمون به کمال و رسیدنمون به سعادت ابدی، سعادت دنیا و آخرت، ناچاریم که احکام دین را بهش عمل کنیم. بل. خب وقتی که من خودم نتونم احکام دین را بشناسم، راهی برای من نمیمونه جز این که برم سراغ متخصصش، سراغ عالم و اون کسی که مورد تأیید از نهایت اگر اهمیت ندیم به این تقلید چطوره؟ یعنی هستن که مثلا خیلی ها اهمیت و تقلید کردن نمیدن، خیلی ها خودشون این هم برمیگرده به همون جهتی که فرمودین. بله، وقتی که اهمیت نداد یعنی عمل نکنه به دستورات دینی. بله. یا عمل بکنه به نحوه باطل عمل کنه، خب این به اون چه دیانتی شد؟ به کمال نمیرسه. خداوند او را خلق کرده که کامل بشه. بله. اون به اون سعادت دائمی نمیرسه. بله، خودش را به هلاکت انداخته، خودش را به فلاکت انداخته. بس برای این که ما از شر هلاکت نجات پیدا کنیم و اون کمال مطلق را تحصیل کنیم و به اون سعادت ابدی نائل بشیم، یا باید مستقیما خودم متخصص باشم. بله. یا اگر نتونستم متخصص مستلزم باشم، مستلزم باشم که تقلید کنم، باید برم نزد عالم و به دستورش عمل کنم. این عمل کردن به دستور عالم بهش میگن تقلید. یه امر فطری واضحه، روشنیه، هیچ دلیل نمیخواد، نیاز به دلیل نداره. در فروع دین رو بفهمن حاج آقا اگر بله رسیدیم به فروع دین. بله، منظور از بله. تقلید یعنی همون عمل کردن به دستور مجتهد در باب فروع دین. خب. یعنی من به عنوان مسلمان باید نماز بخونم. قرآن کریم فرمود اقیم الصلاة. خب الان نماز چیه؟ نماز چه رکعته؟ بله. نماز چه حکمی داره؟ یا خودت باید بلد باشی که معروفه میگن نماز 4000 مسئله داره. این توضیح المسائلی که فقهای ما زحمت کشیدن و اینها را برای ما نوشتن، احکامش را برای ما نوشتن، این 2500 تا مسئله بیشتر نداره، با اینکه مربوط به کل فقهه. بله. از باب طهارت گرفته تا باب حدود و دیات، در حالی که فقط نماز 4000 تا مسئله داره. یا باید خود شما مستقیما احکام نماز را، احکام روزه را، بله روزه خداوند متعال فرموده باید روزه بگیرید، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل. خب صیام چیه؟ کی باید روزه بگیرن؟ از چه زمانی باید روزه بگیرن؟ وقت افطار کیه؟ خب اینا احکامی دارد، شما باید این احکام رو بلد باشی. خودت بلدی مستقیما؟ یعنی رفتی درسش رو خوندی؟ مشه جونت، خوش به احوالت. بلد نیستی؟ از اونی که بلده میپرسی تا عمل کنی. وقت عمل کردی به دستور روزه، اون آثار و برکات روزه شامل حالت میشه، هم در دنیا هم در آخرت. حجش همینطوره، خمسش همینطوره، زکاتش همینطوره، جهادش همینطوره. تمام احکام دینی که مربوط به فروع دینه نیازمنده به چیه؟ نیازمنده به تخصصه. یا من متخصصم یا اگر نیستم تقلید میکنم از متخصص. بنابراین یه امر شاق نیست که ممکنه بعضی تقلید رو بخوان زیر سوال ببرن. اینجا یه مسئله هست و آن مسئله قرآنیه. میبینیم در قسمتی از آیات کریمه قرآن یهودی ها مذمت شدن چون از علمایشون تقلید کردن. اگر تقلید امر فطریه و تقلید امر لازمیه، تقلید در فروع دین و امر عقلیه و عقلای عالم چنین رفتار میکنن، پس چرا خداوند یهودی ها را
به خاطر تقلیدشون. یعنی این مسئله که میگن تقلید در قرآن مذمت شده، این بله. مسئله یهودی بله. هاست. خب برای چی؟ چرا بله. یهودی چرا؟ ها بفرمایید. مورد مذمت واقع شدن؟ دلیلش اینه که یهودی ها خوب علمای خودشون را میشناختن. بله. میشناختن که این علماشون متخلفن، خلافکارن. میدونستن علماشون دروغ میگن، دروغگوان. بله. میدونستن علماشون خدمت شما عارضم رباخارن. میدونستن علماشون کتاب الهی را اونجوری که خودشون میخوان معنا میکنن، تفسیر به رأی میکنن، کتاب الهی را تحریف میکنن. با وجود اینکه علماشون را با این صفات بد میشناختن، باز از اونا هر شنوی داشتن و قرآن مجید دارد اینا را مذمت میکند که شما میدونید اینا آدم های بدی هن. شما اینا را میشناسید که منحرفن. چگونه با وجود علمتون و آگاهیتون از انحراف چنین علمایی که در واقع عالم منحرف عالم نیست، عالم نماز، عالم اسمش عالم نیست. بله. این لفظ عالم را رو خودش گذاشته، این عالم نیست. خب با توجه به این که میدونید اینا حقیقتا عالم نیستن و میشناسید اونها را، چگونه ازشون تقلید میکنید؟ چگونه از اینا حرف شنوی داشتید؟ بنابراین دلیل مذمت کردن یهودی ها این به خاطر اینکه خوب میدونستن که علمایشون علمای منحرف، علمایی هستند به فکر مالندوزی بودن، علمایی بودن علناً دروغ میگفتن به مردم، رشوه خواری میکردن در باب قضاوت، رشوه میگرفتن و حکم را حکم به نفع اون کسی که بهشون پول داده عوض میکردن، تحریف آیات کریمه الهی را میکردن. خب شما چنین علمایی را و عالم نماهایی را میشناختید و باز از اینها تقلید کرد. این مورد مذمته. در این بابت بله. یک روایتی هست. حاج آقا بله. تقریبا یک دقیقه و نیم فرصت داریم. چی صلاح میدونید؟ هرچی بفرمایید شما. آقای کارگردان اتاق فرمان، چقدر زمان داریم کلا؟ یک دقیقه زمان داریم. میتونیم این روایت رو بذاریم برای روز بعد یا اینکه؟ بله. چه سلام میدونید؟ میگذاریم روایت رو برای جلسه یا خب من دوشتر. تشکر میکنم. خیلی معذرت میخوام به خاطر اینکه جلسه اول بود مجبور شدم زود بگم آقا. اختیار وقت تمومه و معذرت میخوام از شما عزیزان به خاطر اینکه انقدر شیرین، انقدر سلیس، انقدر راحت من که خودم حزش رو میبرم و برده ام انشالله شما هم همطور باشه. کارگردان هم به من میگه همینطور بوده. الحمدلله این ایام شادی مصادف شد با این درس و این ایام و حضور جناب استاد بهره من و امید است که انشالله در روزهای بعدی برنامه ما رو برای تماشا انتخاب میکنید. شماره تلفن و ارتباط برنامه رو هم هدیه بدید به دوستان و عزیزانتون. من تشکر میکنم از حضور آقای بهره من و از اینکه در برنامه تشریف آوردن. از شما عزیزان هم تشکر میکنم به خاطر تماشاتون و انتخاب برنامه‌تون. 10 ثانیه فرصت داریم. چی دستور میدیم؟ دعا کنید برای فرج هر جور که میدونید. انشاءالله امیدوارم خدای عز و جل اولا قلوب همه ما را به نور معرفت و به نور باورهای الهی روشن کنه و امیدوارم به عز آل محمد خدای عز و جل فرج مبارک امام زمان علیه السلام را بر همه ما نزدیک بفرماید و همه ما را از بهترین یاران و از بهترین دوستان آقا امام زمان علیه السلام انشاءالله مقرر بفرماید. خیلی ممنونم. الهی آمین. هر کجای دنیا هستید در پناه امیرالمومنین باشید. این ایام هر کجا مشرف میشید مجالس شادی اهل بیت ما را از راه خودتون فراموش نکنید. یا علی.